وقتی با جریان مواجهه اهم و مهم نمیفهمه که غرور ملی مردم رو نباید پامال کنید. دقیقاً هم راستا با اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها که فیلم 300 می‌سازن، میذارید قفلی میزنید، الان کل مسائل مملکت، مشکلات مملکت حل شده، مشکل مملکت شده هخامنشی. نادانسته سو نمیگه من چرا تو زمین، چون حرف برژنسکی رو نمیشنوی، میگه اگه هویت شیعه اینا بیاد با هویت ملی اینا گره بخوره دیگه ما باختیم. بعد شما نمیبینید که هم دارن هویت ملیمونو میزنن، از معماریمونو گرفته بادگیرایی از با امارات ثبت کرده، اینا فلان ساز موسیقیمونو اینا جمهوری آذربایجان رفته ثبت کرده، سالادمونو خدمت اسرائیل ثبت کرده، اون لباسمون ارمنستان ثبت کرده، تا بازی چوگانمون، تا همه چیمون دانشمندامون دارن میگن آقا مال شما نبودن، برای مولانا سه تا کشور دارن فیلم میسازن، و اسلامت هم دارن ازت میگه آقا شما شیعه صفوی هستی، تشیع اصلا نمیرسه، از زمان صفوی ها ساخته شده فلان. گفتم که جمهوری اسلامی دیگه، یه ایران اسلامی، نه ایران داره نه اسلامه، با چی برش میمونه؟ وقتی مسئول عالی رتبه مملکت ما که نماد مجاهدت هم هست میشینه پا میشه فوش میده به هخامنشیان، الان مسئله ممکن هخامنشیانه؟ بعد چی؟ همون هم غلط تاریخی داره، یعنی درست نیست. خب وقتی شما حاج قاسم که دلیل محبوبیتش می چی بود؟ غرور ملی آورد. مردم حاج قاسم رو ایرانی میدونستن. ببین میگه عاشق محسنم، از حرم محسنم داره دفاع میکنه، عاشق کشورم هم داره از امنیت هم دفاع میکنه، چرا نباید دوستش داشته باشن؟ محبوبترین سیاستمدار رو دارن. وقتی اهم و مهم قاطی میکنید، مردم میگه من میگردم لای انقلابیای دو نفرشون در مورد ایران حرف بزنن. ببینید رهبر انقلاب میگه که اگر این نظامو قبولم ندارید بیاید رأی بدید برای مملکتتون. این نگاه کجاست؟ ببین این نفهمیدن ماجراست دیگه. نفهمیدن ماجراست. گفت تو این هیروبی دنبال قاتل بروسلی داره میگه، دنبال زیر بغل مار داره میگه، آقا بریم اثبات کفر کوروش، اثبات نمیدونم ولش کن تو رو خدا، الان مگه مسئله مملکت کوروشه؟ تازه کوروشی که از نظر من ذوالقرنینه، کوروشی که علامه طباطبایی میگه انسب این بیشتری نسبتو داره به ذوالقرنین، بیت الله مکانو هم فکر کنم. بله خب عاقلا اصلا ایشون که رسیدن به این مطلب، اصلا فرض کن نرسیدیم، میگه همین الان بعد مگه نبود آقا سریال مختار داشت پخش میشد، سریال مختار وهابی ها فتوا دادن، گفت ببین موارد تو مملکت خودمون، من خبر دارم دیگه، ما همه جا بالاخره سخنرانی رفتیم دوستان دیم. میگفت سیم تلویزیون توی پریز برق باشه مختار اون تایم داره پخش میکنه، بعد برق بکشید، تو مملکت خودمون فتوا گرفت نمیکشید. بچه‌ی طرف به من زنگ زد، گفت بابام سیم برق میکشه، مفتیمون از کجا بهش زنگ زده بهش فتوا داده؟ تو این رو میرفتی عراق میدیدی این همه حجمه برای جدایی مردم ایران عراق، آقا اینا میان توی مشهد صیغه میکنه، از این ور به ما، از ما بوده ایرانی ها تو اربعین میرن صیغه میکنن، اون طرف کلی از این پمپاژ خبر و فلان، بعد عراقی بندگون خدا اومدن کمک تو سیل، بازم فوش برای چینه بلند شدن اومدن. ببینید چقدر عجیبه. خلاصه کلی از این پمپاژ خبر، سریال مختار سر ماجرای کیان، اون که آقای میر باقری واقعا من اینجا میگم ساختش اصلا. خب اونقدر اینا این خوب بود دوباره برگرد به حدی مختار اثر مثبت تو عراق گذاشت، علل خصوص که آیه نوری مالکی، من قبلا گفتم نوری مالکی عکس خودش رو برای انتخابات کنار فریبرز زرمیاز گذاشت. خب بعد من رفتیم زیارت سر قبر مختارم، رفتیم دیدیم که بالا سر قبرش عکس فریبرز زرمیاز زدن. خب یعنی فردا روزی مختار رجعتم بکنه مردم قبول نمیکنه، بعد فریبرز زرمیاز برگرده. خب ببین حالا اینقدر جذابیت داره، مردم خودمون 20 ساله دارن اینا 15 ساله چقدر دارن پخش میکنن، مردم بازم نگاه میکنن. آمار صدا و سیماست که با مردم، به شما چه ربطی داره؟ خب مردم خوشش ندارن نگاه میکنن. تو مملکت ما طرف رفته سخنرانی اثبات کفر مختار، اثبات مختار جهنمیه. بنده هم 5 شب هیئت آقای طاهری مدح ولای از محمد آقای طاهری 5 شب سخنرانی، موضوع سخنرانی علی حرفی که اون میزد، من این شب جوابش بدم. چرا من باید جواب بدم؟ من که نمیفهم. ببین شما یعنی واقعا همین الان کل مسائل مملکت رو بابا کلی قصه داریم، من کلی فرقه درست شده، کلی شبهه. بریم ببینیم مختار میرفته بهش یا جهنم. شما اینا طرفید. نه اهم و مهم میفهمن، نه هیچی.
انتظار دیگه نه اتفاق بیفته.